زندگی تلویزیون آریانا هستین. خوشحال هستیم که باز هم بیننده گزارش شما هستین. اولین گزارش شما در اولین ساعت برنامه صبح زندگی است. آمدیم به یکی از بخشای کابل نزدیکای سیلو، بین سیلو و کوتی سنگی میشه بگیم به این منطقه آمدیم و حدودا 1.5 دهه میشه که اینجا بیشتر وسایل چی میگیم، وسایل برقی میگیم، خب نامایش بعدا میگیریم کسی که مالک از دوکان است و کسی که مالک کارخانه است، چه چیزا تولید میشه و چه چیزا از خارج از افغانستان وارد میکنن به فروش میرسانن. و چیزی که بر من خیلی مهم بوده امروز، شما این پایپا رو میبینین که پایپا بر چی استفاده میشه بیشتر میفهمین و از مسئول شما میپرسیم. این پایپایی که شما اینجا میبینین تمامش تولیدات وطنی است، در حالی که در سالهای گذشته ما شاهد از این بودیم که پایپ یا هر چیزی که مصالحات و از پلاستیک ساخته میشد کلش یا از پاکستان آورده میشد وارد میشد یا از ایران و یا هم از کشورهای آسیای میانه. فضل خدا که امروز آمدیم میگم کدامش خارجی است، هیچ کدامش میگن خارجی نیست، تمامش تولیدات وطنی است. پس بعض خشونت هایی که در افغانستان وجود داره، بعض نابسامانی هایی که وجود داره، بعض پدیده ها یا چون این موضوعات را که روبرو میشیم واقعا احساس خوشی بر ما رخ میده. میگم نه، اگر چون این کار منفی صورت گرفته و صورت میگیره، بازم کارهای مثبت است که وجود داره ما را خوش میسازه. میخواهیم که همراه مسئول صحبت بکنم، ببینم که میش شما پایین بین. سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح بخیر، خوب هستین؟ تشکر. نام شما؟ محمد خلیل. محمد خلیل بیادر، شما مالک شرکت هستین و تولیدی هم دارین؟ بله، شرکت افغان آبیاران حدودا 7 سال میشه ما در زمینه تولید پایپ فعالیت میکنه. این پایپ ها را خودتون تولید میکنید؟ بله، پایپ ها را ما تا سایز نیم اینج الا 125 الا 260 بزرگترین سایز ها فعلا در افغانستان تولید میشه. این پایپ ها بر چی استفاده میشه؟ اینا معمولا با آبرسانی استفاده میشه، با آبرسانی و باغداری و تمام نیازهای آبیاری که مردم ضرورت دارن استفاده میکنن. حدود 15 سال پیش اگر اشتباه نکنم یا یک چیز بیشتر از 15 سال پیشتر، ما 100% باور دارم 100% نیاز پایپ ما از خارج از افغانستان بود. حالا چند فیصد نیاز داریم به خارج از افغانستان در بخش پایپ؟ فعلا ما در بخش پایپ اصلا نیاز نداریم از خارج. یعنی میتونیم بگیم که 100% خودکفا هستیم؟ 100% خودکفا هستیم، چون ولایات ما هرات، کابل فعلا بسیار فابریکای پایپ فعالیت دارن، تولید هم اینجا میشه. دیگه از نگاه کیفیت هم ما میتونیم با سطح منطقه رقابت کنیم. از نگاه کیفیت در سطح منطقه میتونیم رقابت کنیم؟ بله. خیلی خوب، خیلی خوب. اصلا هیچ باور من نمیشه، هیچ باور من نمیشه. باز دوباره نرخ بگوین بر ما. نرخم با داخل افغانستان که تولید میشه قیمت های بسیار خوب است. اگر ما بخوایم که از ایران یا از پاکستان خواه نمیتونه تولید کرده چون مواد نداره. اگر از ایران ما وارد کنیم یک بندل پایپ کرایش اینجا که ما سودا میکنیم با او مبلغ کرایه مصرف والای از اومه. یعنی نرخش چند برابر بالا میاد از وطنی کنه؟ دو الا دو نیم برابر بالا میاد. دو نیم برابر نسبت به تولید وطنی از ایران بالاتر میاد. بله. خب این حالا یک موضوع دیگه است. شما وقتی که تولید کنه یا کارخانه پایپ ساختین، چند نفر مصروف کار ساختین؟ حدودا 8 نفر ما فعلا خودمون مصروف کار ساختیم. 8 نفر از اونجا ماش میگیره و بالاخره شب روز خودم میگذره. بله. 8 فامیل میتونه که گزاره بکنه. بله. خیلی خوب. پلانای آینده شما چیست؟ پلانای آینده ما روی پلاستیک دیگه، تا او زمانی که ما خود ما پتروشیمی و نفت ما برای مواد خود ما صاحب مواد شویم، باز ما میتونیم تا صادرات در تمام دنیا انجام بدیم. فعلا ما خریدار هستیم، مواد از ایران می از دبی می مواد خام، مواد خام دیگه، موادایی که می بشکایی که بلرای پلاستیکی که داخل کشور میشه ما از اینا هم استفاده میکنیم. البته او پایپ برای خوردن آب نه، برای زراعت و آبیاری و برای اینا باید از اون مواد هم استفاده کنیم. بسیار خوب. از مواد جدید که از ایران وارد میکنین برای آب آشامیدنی استفاده میکنین و بشکه و بعض پلاستیکایی که از روی بازار بچه‌ها جمع میکنن و مفروشن او را وقت ذوب میکنین به خاطر آبیاری زراعت؟ بله، او آبیاری زراعت هم از سبد هم میشه، بعض چیزای دیگه هم هست که ساخته میشه که. بسیار جو تشکر از شما. سلامت موفق باشید. شما هم شما. بیننده های خوب تلویزیون آریانا، سپاسگزار هستیم از شمایی که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. فعلا شما و میان برنامه کوتاه.
تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.